سرخط خبرها. عضو هیئت رئیسه انتخاب هیئت رئیسه مجلس 11 ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شد. مرگ بیش از 100,000 نفر از زمان شیوع کرونا در آمریکا، روند ابتلا در 5 ایالت همچنان صعودی است. امکان استرداد مدیر ارشد شرکت هواوی به آمریکا، دادگاهی در کانادا حکم بررسی پرونده را صادر کرد. و تأثیر شیوع کرونا بر اقلیت‌های بریتانیا. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. در ایران محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی شد، مجلسی در کنترل محافظه‌کاران که دیروز کارش را آغاز کرد. او با کسب 230 رای از مجموع 267 رای نمایندگان برای یک سال در این سمت قرار می‌گیرد. همزمان رهبر جمهوری اسلامی علی لاریجانی را که در سه دوره قبلی رئیس مجلس بود به عنوان مشاور خود و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. امروز اعضای هیئت رئیسه مجلس 11 هم انتخاب شدند. فرین آسمی گزارش می‌دهد. جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف با 230 رأی در یک سال آینده این فرد محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران خواهد بود. رقابت بر سر تصاحب کرسی ریاست مجلس در روزهای اخیر شدید بود. سرانجام 3 نفر باقی ماندند. محمد باقر قالیباف، فریدون عباسی دوانی که تنها 17 رأی آورد و مصطفی میرسلیم که 12 نماینده برای ریاست به او رأی داده بودند. در رقابت برای تصاحب کرسی‌های هیئت رئیسه مجلس، جبهه پایداری دست بالا را داشت. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی از چهره‌های نزدیک به این گروه با 208 رأی نایب رئیس اول شد. علی نیکزاد از وزرای سابق محمود احمدی نژاد که روابط نزدیکی با جبهه پایداری دارد با 196 رأی نایب رئیس دوم شد. با آقای احمدی نژاد قبل از انتخابات ریاست جمهوری ارتباط داشتم، الان بسیار کمه و شاید هم ارتباط ندارم. دست یاران احمدی نژاد که بیش از 50 نفر از نمایندگان را تشکیل می‌دهند خالی ماند، اما شاید بتوان بازنده اصلی را اصولگرایان سنتی دانست که نماینده‌ای در هیئت رئیسه ندارند. محمد باقر قالیباف طی سالیان گذشته از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، فرمانده نیروی انتظامی، شهردار تهران و کاندیدای 3 دوره ریاست جمهوری بوده که هر 3 بار شکست خورده. در دورانی که شهردار تهران بود، بحث تخلفات مالی او و اطرافیانش و قائم مقامش در رسانه ها مطرح شد. پرونده هایی که هیچگاه به طور شفاف به آنها رسیدگی نشد. مشهورترین آنها پرونده موسوم به املاک نجومی بود که در آنها زمین ها و خانه هایی با مبالغی بسیار کمتر از ارزش واقعی در اختیار شماری از مقام های حکومتی قرار گرفت. یاشار سلطانی، مدیر مسئول سایت معماری نیوز، برای نخستین بار نامه ای از سازمان بازرسی کل کشور منتشر کرد که در آن شهرداری تهران به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به مبلغ 2200 میلیارد تومان متهم شده بود. دادستان تهران بعدها تایید کرد تخلف قطعی صورت گرفته. یادتون هست هر سال به مناسبت سالگرد حمله به کوی دانشگاه، یکی دیگر از مواردی که نام آقای قالیباف را سر زبان ها انداخت گفته هایش در این مناظره های انتخاباتی با حسن روحانی در سال 1392 بود. حسن روحانی فاش کرد آقای قالیباف در سال 92 زمانی که رئیس پلیس بود گفته آماده است به دانشجویان حملات گازانبری کند، کلمه‌ای که تا مدت ها در شبکه های اجتماعی از آن صحبت می شد. محمد باقر قالیباف اهل ترقبه در مشهد است، همشهری ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه که در انتخابات ریاست جمهوری قبل به نفع او کنار کشید. آقای قالیباف به آیت الله خامنه ای هم نزدیک است. رهبر جمهوری اسلامی پیش از این گفته بود نیروهای هوایی سپاه در زمان مسئولیت آقای قالیباف به شکوفایی های بزرگی دست یافت. مدیر کارآمد، فرمانده خوب و صالح و کاردان و مدیر جهادی از دیگر صفاتی است که آقای خامنه ای در وصف او به کار برده. با این سمت جدید به نظر می رسد محمد باقر قالیباف یک گام به رأس هرم قدرت نزدیکتر شده است. فرین عاصمی، بی بی سی. احسان مهرابی، روزنامه نگار از برلین با ما هستن. آقای مهرابی، با این کارنامه‌ای که از آقای قالیباف می‌بینیم، حضور او در پست ریاست مجلس برای خودش و سیاست ایران چه نتیجه خواهد داشت به نظرتون؟
آقای قالیباف ویژگی هایی دارند که به نسبت رؤسای دیگر مجلس متفاوت است. او اولین رئیس مجلس است که پیش از انتخاب به ریاست مجلس پرونده فساد مالی گسترده دربارش مطرح بوده. همینطور اولین رئیس مجلس است که بیشتر به سابقه نظامی خودش شناخته شده نه سابقه سیاسی، و قبل از ریاست مجلس هم مدیریت ارشد سیاسی در کشور نداشته، و همینطور وضعیت مجلس 11 هم به شکلی است که رئیس و دیگر اعضای هیئت رئیسه مجلس تقریبا حمایت هیچ حزب سیاسی یا جریان سیاسی مشخصی را پشت سر خودشون ندارن و تنها به حمایت کلی اصولگرایان و جریانهای درون خود مجلس منتسب هستند، و این جریانات تا حدودی ممکنه که با جریانهای سیاسی خارج از مجلس متفاوت باشه. همینطور مجلس 11 به نوعی شبیه مجلس 7 هست که فراکسیون اقلیت اصلاح طلبان در اون نقش چندانی رو ندارن و در انتخابات هیئت رئیسه هم هیچ جایگاهی نداشتن و بعید هم که با فشار سنگینی که وجود داره فعلا بتونن خودشون رو بازیابی بکنن. از سوی دیگه شاید شکست اصلی در انتخابات هیئت رئیسه مجلس برای گروه مدیران آقای احمدی نژاد و جبهه پایداری بود که ترجیح دادن وارد این رقابت نشن و آقای نیکزاد ابتدا کنار رفت و بعد آقای حاجی بابایی، و عملا به نوعی تسلیم ریاست آقای قالیباف شدن بدون اینکه بخوان در صحن علنی مجلس قدرت نمایی داشته باشن. آینده رابطه این مجلس رو با توجه به ترکیبش و ریاست آقای قالیباف حالا با دولت آقای روحانی چطور میشه متصور شد؟ قاعدتا این مجلس در همونطور که از اقدامات برخی از نمایندگان مشخص است در ماه‌های اول سریع روی به اقدامات نمایشی میارن، احتمالاً حملات شدیدی به دولت میکنن و ممکنه که بخوان وزرا را استیضاح بکنند، لوایح اقتصادی دولت را برگردونن و جواب ردش بدن. اما مهمترین موضوع در شرایط فعلی موضوع سیاست خارجی هست که به هر حال بر همه اتفاقات دیگه تأثیر گذاشته. نه این مجلس نه مجالس دیگر در موضوع سیاست خارجی نقشی نداشتن و مجلس 11 هم عملا کاری نمیتونه بکنه، و برای همین در موضوع سیاست خارجی دولت عملا نقشی نداره. از سوی دیگه به دلیل تحریم های آمریکا الان نشست سران سه قوه به نوعی شأن قانونگذاری پیدا کرده و تصمیمات اساسی در اون نشست که البته آقای قالیباف هم یک عضو اون خواهند بود، ولی در ساختار تصمیمات اساسی هم میشه گفت مجلس 11 نقشی نداره. ممنونم از شما احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در برلین. 3 ماه از اولین مرگ بر اثر کرونا در آمریکا گذشته و حالا آمار کسانی که قربانی این ویروس شدند از 100,000 نفر گذشته. حدود 1,700,000 مبتلا هم در آمریکا شناسایی شدند. حالا به نظر میرسد شیوع این ویروس در خیلی از نقاط آمریکا دست کم در کانون‌های بحران از جمله نیویورک مهار شده، هرچند متوقف نشده. شیوع کرونا در آمریکا به عمده ترین مسئله سیاسی تبدیل شده، مسئله که دامنه آن محدود به مرزها نمانده و آتش نزاع قدیمی با چین را شعله برتر کرده. هادی نیلی گزارش می‌دهد. نام‌هایی از کسانی که در این 3 ماه در آمریکا بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جانشان را از دست دادند. فهرستی به نمایندگی از 100,000 نفر در گذشته که روزنامه‌های آمریکا بر صفحه های خود نشاندند. حالا عزیزان و بازماندگان کسانی مثل داگلان برکت دیگر فقط در خاطره هایشان می توانند چنین لحظاتی را برایشان جشن بگیرند. خاطرات دوران قبل از کرونا که حالا دور به نظر می رسد. نمودار موارد جدید ابتلا در سراشیبی افتاده، اما نگرانی ها درباره ادامه این روند و حتی در گرفتن موج دوم در فصل سرما به جای خود باقی است. برای حدود 2 ماه همه آمریکا در تعطیلی اجباری بود. برخی نقاط دیرتر به اعمال این محدودیت ها پیوستند و سطح سختگیری ها هم متفاوت بود. تعطیلاتی که منتقدان دولت میگویند دیر اجرا شد.
آنها به اظهار نظرهای رئیس جمهور آمریکا در ابتدای شیوع کرونا در جهان اشاره می‌کنند که مسئله را به چیزی شبیه آنفلانزای فصلی تقلیل می‌داد و می‌گفت به زودی محو می‌شود. اما دونالد ترامپ و حامیانش هم یادآوری می‌کنند که وقتی او دستور داد جلوی ورود افراد از چین گرفته شود، همین مخالفانش از آن تصمیم انتقاد کردند. هرچند برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که وقتی او این دستور را داد، ویروس دیگر به آمریکا رسیده بود و داشت منتشر می‌شد. آغاز با تأخیر آزمایش‌های کرونا و خرابی خیلی از تست‌ها در هفته‌های نخست هم مزید بر علت شد. برخی موضع‌گیری‌های خود رئیس جمهور دونالد ترامپ مایه نگرانی مضاعف کارشناسان و مسئولان درمانی شده. از توصیه‌های بی‌اساسش درباره بازدارندگی داروی مالاریا تا پیش کشیدن حرف از تزریق یا نوشیدن ضد عفونی کننده ها. کاری که میتواند مرگبار باشد. در این مدت تصاویری به چشم مردم آشنا شده که تا قبل از این در واقعیت قابل تصور نبود. از خاک سپاری گروه گروه تابوت‌های درگذشتگان با بولدوزر در جزیره متروکه‌ای در شرق نیویورک تا کامیون‌های یخچالدار برای نگهداری جسد درگذشتگان. در سرتاسر آمریکا روند کم کردن محدودیت‌هایی که برای مهار کرونا اعمال شده بود آغاز شده. آخرین نقطه اینجا پایتخت بود که از روز جمعه با محدودیت‌های اجازه می‌دهد برخی کسب و کارها باز شوند. 100,000 درگذشته تقریبا معادل کل کشته شدگان در طول مجموع نیم قرن جنگ‌های آمریکا در کره، ویتنام، عراق و افغانستان است. جای خالی کسانی که در این بحران از دست رفتند برای عزیزانشان جبران نشدنی است. هادی نیلی، بی بی سی، واشنگتن. بریتانیا که از کرونا به شدت آسیب دیده، یک سیستم جدید برای آزمایش و ردیابی مبتلایان ایجاد کرده. از این پس کسانی که نتیجه آزمایش کرونا آنها مثبت اعلام می شود باید فهرستی از افرادی که با آنها تماس نزدیک دارند ارائه کنند و از آن افراد خواسته می شود خودشان را 2 هفته قرنطینه کنند. وزیر بهداشت بریتانیا گفته رعایت این مقررات وظیفه شهروندی است، اما قرنطینه ممکن است اجباری شود. دکتر مازیار صدری، متخصص بیهوشی گوش و حلق و بینی و فوق تخصص و مراقبت های ویژه از لندن با ما هستند. آقای دکتر، بیشتر در مورد این سیستم آزمایش و ردیاب تازه به ما بگید. سلام عرض میکنم حضور شما. حضورتون عرض شد، این سیستمی است که در ماه قبل به صورت آزمایشی در یکی از جزیره های جنوب انگلیس آزمایش شد. البته انتقال سیبش وارد شد ولی که ما خیلی با اون برخوردی نداشتیم، ولی الان در سیستم بهداشتی درمانی قرار هست که استفاده بشه. به این ترتیب است که همونطور که فرمودید، به مرسی که کسی تست مثبتی خواهد داشت، موظف هستش که کسانی رو که یا باهاشون در نزدیک در تماس نزدیک بوده، اقلا به مدت 15 دقیقه و یا در فاصله نزدیک اونها بوده رو به سیستم بهداشت اینجا گزارش بکنه و تمام این افراد به مدت 2 هفته بایستی قرنطینه بشن. از فهمیدین سیستم جدید راستش خب خیلی جدید نیست، قبلا توی کشورهای آزمایش شده، توی آلمان، سنگاپور و کره جنوبی البته خب با محدودیت های خیلی خاصی انجام شده و به ظاهر سیستم موفقی بوده و خب یکی از سیستم هاییست که برای جلوگیری از انتشار ویروس موثر هست و خب نیاز به این داره که همکاری بسیار زیاد بیماران و مردم هم باش وجود داشته باشه. همونطور که فرمودید، مثلا حتما شاید شنیده باشید توی دفعه بعضی از کشورها مثل کره جنوبی برای اینکه بتونن بیماران رو مطمئن بشن که قرنطینه کردن خودشون رو، از خریدهاشون از طریق کردیت کارت یا کارت اعتباری ببخشید، یا همینطور از مکانهایی که تلفن‌های همراهشون قرار داده و اینجوری مریض‌ها رو به قول معروف ردیابی می‌کنن و پیدا می‌کنن. این که همکاری بیماران در این مسئله و اطرافیانشون بسیار مهم هست. متشکرم از شما دکتر مازیار صدری. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در ایران محمد باقر قالیباف به ریاست مجلس جدید رسید. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی و علی نیکزاد هم به عنوان نایب رئیس اول و دوم انتخاب شدند. آمار قربانیان ویروس کرونا در آمریکا از 100,000 نفر گذشت. ادامه برنامه. تأثیر شیوع کرونا بر اقلیت‌های بریتانیا.
گروه طالبان به افرادش دستور داده بعد از رهایی از زندان‌های دولت نباید با اسلحه دیده شوند. نورالدین ترابی رئیس کمیسیون زندانیان این گروه گفته آنها باید با افراد مسلحی که به دیدنشان می‌آیند هم در هیچ عکس و تصویری ظاهر نشوند. در همین حال طالبان یک تیم 5 نفره را به کابل فرستاده تا روند رهایی زندانیان را پیگیری کند. این در حالی است که یک روز پس از آتش‌بس 3 روزه عید فطر مقام‌های افغان از چند حمله طالبان به پایگاه‌های نیروهای امنیتی خبر دادند. فردین هاشمی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی از کابل با ما هستند. آقای هاشمی، چقدر رهبران طالبان در بین این افراد شبه نظامی که حالا از زندان هم دارند آزاد میشن نفوذ دارند برای این گفته‌ای که از اونها خواسته شده که دیگه سلاح به دست نگیرند؟ ببینید، این موضوع میشه گفت تا حدود نسبی است. رهبر جدید طالبان یا در واقع نسل سومی که از گروه طالبان ظهور کرده تا حدود زیادی میشه گفت که مستقلانه در بعضی از موارد رفتار میکنن، ولی در مجموع بحث انتخابات در افغانستان که به یک سرانجام مشخص رسیده میشه گفت که روند مذاکرات تا حدود زیادی تسریع بخشیده و بعد امیدوار بود به نتیجه بخش بودن مذاکراتی که میخواهد شدت بیشتر پیدا کنه. اما در این زمان باید پذیرفت که گروه طالبان هم در بعضی از موارد دچار انشابهایی هست یا او انسجامی که انتظار میرفت از گروه طالبان تا حدود زیادی دیده نشده است. میدونیم که خب در ماجرای اخیر حمله به بیمارستانی در کابل خیلی تنش بیشتر شد بین دولت و گروه طالبان و آمریکا سعی کرد تا حد زیادی از طالبان به نوعی حمایت بکنه تا این گفتگوهای صلح آسیب نبینه، ولی آیا میتونیم بگیم که میتونه گفتگوهای صلح برگرده به اون جایی که بود قبلا؟ ببینید، مذاکرات صلح دچار یک وقفه جدی شده بود که بیشتر ارتباط میگرفت به مسائل انتخابات خود افغانستان. باورم ایست که در شرایط حاضر مسائلی که در کابل مطرح است و مسائلی که از طرف حکومت افغانستان داره مطرح میشه از یک اجماع شدیدتر و دقیقتر برخوردار است و در نتیجه زمینه مناسب فراهم میکنه به تسریع روند مذاکرات. هرچند میشه گفت چالش ها وجود داره در این بخش و نباید اون نادیده گرفت، خصوصا مواردی که شما اشاره کردید، حمله به شفاخانه ملالای در کابل، این موارد تا حدود زیادی وقفه ایجاد کرد در روند مذاکرات یا در واقع طالبان نشان داد که انسجام واقعی ندارن. اما به هر صورت بحث آزادی زندانیانی که از طرف حکومت افغانستان صورت گرفته و زمین سازی بیشتر یا تلاش بیشتری که برای تسهیل روند مذاکرات در حال انجام، امیدواری بیشترش فراهم رسیده. نکته دیگری که من باور دارم عنصر بین المللی است بحث مذاکرات افغانستان، بحث انتخابات در ایالات متحده آمریکاست و زمانی که مونده به انتخابات ایالات متحده آمریکا تاثیرگذار است. با در واقع فشاری که وارد میشه بر طرف گروه طالبان و حکومت افغانستان که روند مذاکرات تسریع ببخشند، اینا عناصر است که دخیل است در این بحث. متشکرم از شما فردین هاشمی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در کابل. دادگاهی در کانادا با بررسی درخواست آمریکا برای استرداد منگ وانژو از مدیران ارشد شرکت چینی هواوی موافقت کرده. آمریکا او را متهم کرده که تحریم ایران را نقض کرده. بر اساس حکم قاضی، عمل کرده خانم وانژو بر اساس قوانین کانادا هم مجرمانه است و به همین خاطر امکان بررسی درخواست استرداد آمریکا وجود دارد. خانم منگ از 1.5 سال پیش در کانادا تحت بازداشت خانگی است و این موضوع به روابط کانادا و چین لطمه زده. خشایار جنیدی همکارم از واشنگتن با ماست با جزئیات بیشتر. خشایار، دیوان عالی استان بریتیش کلمبیا در غرب کانادا روز گذشته حکم داده که درخواست استرداد خانم منگ وانژو به آمریکا قابل بررسی است در سیستم قضایی این استان، به این علت که بر اساس نظر قاضی عملی که انجام گرفته و آمریکایی ها بر اساس اون معاون مالی شرکت هواوی و دختر بنیانگذار این شرکت رو درخواست استردادش رو دارند، در سال 2018 که حکم حبس خانگی او صادر شد در کانادا همین اقدام جرم حساب می شده و به این علت قاضی موافقت کرد که درخواست استرداد رو بررسی کنه. من به این نکته اشاره می کنم که الان ماهاست که خانم
منگ در کانادا تحت حبس خانگی هست، در خانه خودش در ونکوور کانادا از دسامبر 2018 به این طرف، یعنی یک سال و نیم، حدودا یک سال و نیم. و علت درخواست استرداد آمریکا هم این هست که او به عنوان مدیر مالی هواوی که یک شرکت عظیم مخابراتی چینی هست، نقش داشته در دور زدن تحریم‌های آمریکا، نقض اونها و معامله با ایران. گفته شده که در این رابطه خانم منگ به بانک‌های هنگ کنگ دروغ گفته و به همین خاطر یکی از اتهام‌هایی که علیه اون مطرح میشه بحث کلاهبرداری بانکی هم هست. همه این دعوای تجاری و دعوای سیاسی که وجود داره بر سر خانم منگ برای استردادش به آمریکا باعث شده که روابط بین کانادا و چین هم تا حدی خراب بشه، ایجاد تنش بشه. چین در پاسخ به بازداشت دختر مدیرعامل و بنیانگذار هواوی، دو شهروند کانادا، یک دیپلمات سابق و یک تاجر رو در کشور خودش زندانی کرده. هرچند چین میگه که این اقدام متقابل نیست، اما کانادایی ها معتقدند که این اقدام متقابل هست. از سوی دیگر وکلای خانم منگ دارن میگن که او در حقیقت گروگان دعوای تجاری آمریکا و چین هست بر سر شرکت هواوی از یک سو، و اینکه نباید او رو گروگان دعواهای سیاسی اخیر بین آمریکا و چین تلقی کرد، چرا که الان آمریکا و چین بر سر هنگ کنگ اختلاف دارن، بر سر ویروس کرونا اختلاف دارن، و وکلای خانم منگ نگرانن که این موضوع بر پرونده تاثیر منفی داشته باشه. ممنونم از تو خشونه جنیدی در واشنگتن. این روزها دغدغه بسیاری از مردم اینه که با موی بلند چه کنن. با وضع قرنطینه در بسیاری از کشورها آرایشگاه‌ها تعطیل شدن. حالا در روسیه محدودیت کار برای آرایشگاه‌ها برداشته شده، اتفاقی که یکی از آرایشگاه‌های روس رو به طور خاص خیلی خوشحال کرده. تیم آلمن گزارش میده. لادیسلاو عاشق مو زدن است، اما به خاطر همه‌گیری قیچی و ماشین سلمانیش بیکار ماندن. وقتی قرنطینه برداشته شد تصمیم گرفت که جبران کند. برای خودش یک ماراتون مو زدن را انداخت. دو روز بدون وقفه مو زد. این مرد میگوید که از کار لادیسلاو راضی است. با اینکه 48 ساعت نخوابیده بود، موهایش را خوب زده و با صحبت سعی می‌کرده که خودش را سر پا نگه دارد. اقدامات ایمنی برقرار است و دمای بدن هر مشتری قبل از ورود کنترل می‌شود. لادیسلاو برای هر مشتری 40 دقیقه وقت اختصاص می‌دهد و با خوردن خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های انرژیزا به کارش ادامه می‌دهد. نهایتاً بعد از 48 ساعت آخرین مشتری را هم راه می‌اندازد. تا به حال هیچ موزدنی اینقدر سر و صدا نکرده بود. روز دوم اصلاً نمی‌دونستم چی کار دارم می‌کنم. فقط قیچی می‌زدم. دستام خودشون تکون می‌خوردن. من فقط نگاه می‌کردم. مدیر آرایشگاه میگوید که میخواهد با مسئولان کتاب رکوردهای گینس تماس بگیرد. اما فعلا لادیسلاو با برداشته شدن قرنطینه باید موهای زیادی را کوتاه کند. تیم اولمن، بی‌بی‌سی نیوز. تأثیر شیوع کرونا بر اقلیت‌ها همچنان در حال افزایش است. در شرق لندن که جمعیت آسیایی زیادی دارد، عده زیادی در خط مقدم با کرونا فعالیت می‌کنند. کلایو مایری خبرنگار بی بی سی سری به بیمارستان رویال فری لندن زده که در آن عده‌ای با تلاش زیاد مشغول درمان جسمی روحی بیماران هستند. درک تاریخی بودن این لحظات زمانی که در آن زندگی می‌کنیم سخت است. کمی که فاصله می‌گیریم تازه متوجه می‌شویم. زندگی‌ها و شغل‌های زیادی به خاطر کرونا از بین رفتند. چیزهایی که نه در پاورقی بلکه در سرفصل این تاریخ جا دارند. و در یک گوشه از شرق لندن کار این سردخانه بخشی از این تاریخ است. اینجا که در عرض چند روز راه اندازی شد، حالا به جمعیت مسلمانان آسیایی در کفن و دفن کمک می کند. کسانی که از این بیماری
بیشترین آسیب را دیدند. بعضی از قربانیان را از بیمارستان رویال لندن به اینجا آوردند. رهبران یک مسجد در شرق لندن با دیدن انبوه اجساد مسلمانان تصمیم گرفتند دست به کار شوند. فراتر از تصوره. مردم و اعضای خانواده ها از اینکه نمیتونن برای درگذشته مراسم دفن مناسب داشته باشن احساس گناه میکنن. عده‌ای زمانی که درمانده میشوند به مذهب رو میآورند. در بیمارستان رویال لندن هم که از مراکز آموزشی مشهور جهان هم هست، گوشه خلوتی برای امور مهم پیدا میشود. امام فاروق صدیقی از ارتباط این بیمارستان با یکی از بزرگترین جامعه مسلمانان در بریتانیا خوشحال است. او به دیدن بیماری می رود که بیماری زمینه ایش شرایطش را برای مقابله با کووید 19 وخیم کرده. به ما اجازه فیلم برداری دادند. با مرگ دست و پنجه نرم می کند، اما هر گونه کمک پزشکی را رد کرده. در همین حال دو طبقه بالاتر در بخش کرونا کسی می‌میرد. برای این گروه شب سختی بوده. 4 مریض را از دست دادن. در اوج همه‌گیری در یک شب 11 نفر مردند. این یکی از تخت‌هایی است که حالا خالی مونده. این پزشکان به سختی تلاش می‌کنند که جان مردی را نجات دهند. کرونا وجودش را فرا گرفته. اما در نهایت تصمیم گرفتند که تلاششان را متوقف کنند. بکی آخرین کسی بود که در کنارش بود. به همون از اون لحظات آخر بگو. روی صندلی نشستم و دستش رو گرفتم. خیلی سریع اتفاق افتاد. 2 نفری یک شستشوی کامل کردیمش. معمولاً 2 تا پرستار این کارو میکنن. لباس نو تنش کردیم و سعی کردیم که با پاکیزه کردن بدنش اون لحظات بهش احساس احترام و عزت بدیم. خونه هم اینا یادت میمونه؟ تو این زمان که درگیر کرونا هستیم جدا کردن مسائل از هم سخته، چون فکر میکنم که این ممکن بود برای پدرم یا مادرم اتفاق بیفته. این چیزیه که به همه مردم جهان نزدیک و ممکنه براشون اتفاق بیفته. خیلی سخته و چون هر روز اتفاق میفته توی خونه هم از یادم نمیره. آنها که میروند چیزی بیشتر از یک تخت خالی از خود به جا میگذارند. تاریخ گواه این است که این بیمارستان و جامعه‌ای که به آن خدمت کرده تلاش کردند که با همکاری از خود میراثی به جا بگذارند که هر دو به آن افتخار کنند. کلایو مایری، BBC نیوز. به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی BBC هستید.